با درود احترام خدمت هموطنانم، خدمت هموطنانی که 38 سال اسیر یک سری شیاد، جنایتکار، خائن بالفطره و هرچی کلماتی در دنیا در این به قول معروف وادی می گنجه هستند. روی سخنم این دفعه مستقیم به بدهکاران بانکی است. چه مسکن، چه صنایع، چه کشاورزی، چه تاجر و هر صنفی که از بانک وام گرفتند و الان اسیر بانک هستند، گرفتار بانک هستند. بعضی هستند تاجران، ارسی باز کردند، جنسشون اومده پول ارسی رو پرداخت نمی کنند و و اکثر تا قرض الحسنه ها و این مؤسسات مالی که اتفاق افتاده. خدمت شما عرض کنم که خب من به قول عامیانه ید طولایی در مسئله بانکی دارم و با بانک های زیادی در سطح ایران و دنیا کار کردم، چون مشاورم بودم به خصوص در بحث صادرات، واردات و LC خیلی کار کردم. شغلم بوده، یه جوره شغلم بود در کنار کارم. من اول یه مثال میزنم بعد برمیگردم به راهکاری که به شما میدم. من برای شرکتی در اینجا کار میکردم در 6-7 سال گذشته که یک سال خورده است بازار خرابه. اینا یه LC باز کردن اینجا برای خرید آهن. LC هم وقتی باز میشه یعنی این که یک بانک در ایران مثلا برفرض مثلا میخوام بگم 100 هزار دلار جنس میخرن، 120 هزار دلار اونجا تضمین میدن. اون بانک به بانک اینجا یا به اون کارخونه اعلام میکنه که همچی پولی برای همچی محموله اینجا هست. اونا پرفورما صادر میکنن، فاکتور میدن، کاراشو میکنن و هماهنگ میکنن با بانک اینها و جنس رو وقتی آماده شد و شیپمنت شد، اول 10% 20% میگیره، وقتی شیپمنت شد سوار کشی شد بقیه پول رو باید پرداخت کنن، اونها بانکی رو باید پرداخت کنن. یه ارسی بود و بانک اقتصاد و بین تضمین کرده بود با هالک بانک اینجا. وقتی این کارا شد ارسی پرداخت نشد. اقتصاد و بین گفت من پول ندارم، حالا نمیتونم بدم. خب اون تاجری که خریده حساب کرده چطور بانک بهرهش رو ساعت به ساعت میگیره اما پولی حساب نمیکنه. خلاصه این شرکت داشت ضرر زیادی میکرد. من چه خود قوانین بانکی رو میدونم و دوستای خوبی هم تو قضایی دارم، سریعا یک نامه نوشتم برای بانک جهانی که بانک اقتصاد بین این LC با این مداری با این مستندات باز کرده LC شاید میگه پول نداره. بانک جهانی بعد از 2 روز جواب داد و به بانک اقتصاد نوین 5 روز کاری فرصت داد که پولشون رو پرداخت کنید، وگرنه شما از رده بانک های بین‌المللی خارج خواهید شد و این ضرر زیان از شما خواهید گرفت. 48 ساعته پول به حساب ریختن، 48 ساعته. تازه دوباره ضرر زیانش هم بودیم که دیگه بعد دوستان تو ایران خودشون چون بانک اقتصادی به غلط کردن افتاد خودشون دیگه تحقق کرد. من یک کارمند بودم اینجا کار میکردم و حقوق هم میگرفتم، کار بی عقلی نشتم. صنعت کاری ما چرا نابود شدن؟ کشاورزی چرا نابود شد؟ تجار چرا جون نمیگیرند؟ و تمام کسی که خونه میخرن و هر کاری ما چرا نمی کنن؟ الان خدمتتون عرض میکنم ببینید که اینها چجوری انسان رو به ملت ایران رو به مرگ گرفتن، به تب راضی بشن و چجوری سر ملت رو کلاه گذاشتن، ملت متوجه نبودند. البته من بهتون بگم ها، من بارها تو جلسات یه حرفا رو زدم ولی که گوش شنوا نمیفهمید. همین جهانگیری، همین جهانگیری معاون اول، ببخشید یک طویله خره، یک طویله کامل، یعنی طویله که از کره خر به از اولاق بدرو خره. این وقتی وزیر صنایع بود دیگه، منم خوب میشناسم و کارشناسش هم همچنین، بچه بانک مرکزی، خیلی ها این حرفا رو زدم ولی الاخر. حالا میخوام بگم ظلم و ستمی که در حق شما صنعتکارا، کشاورزا، این حکومت کرده چی هست
و بلافاصله شروع الان وقتشه، چون حالا مشخصه حکومت ما تروریست، این پولا رو برای ترور تروریستی خرج کرده، برای بد خرج کرده. بانک جهانی پدر رو درگیره، بانک جهانی از اینا برای پول زیاد داره. تا قرض الحسنه ها، تا مؤسسات اعتباری رو خوب گوش کنید. یک وکیل خوب چند هر مثلا نمیخواد هر نفر یه وکیل بگیرید که 50 نفر 60 یه وکیل بگیرید، این کاری که میگم انجام بدید. ببین دوستان، در تمام دنیا تعریف شده برای یه وام کشاورزی 1% مشخصه، ساختمان یکیست، خدمات یک مبلغ هست، صنعت یک مبلغ هست، تجار یک مبلغ هست، هر کدوم که هر کاری انجام میدن یک مبلغ مشخص است. سقف 6.5% این جهانیست. حالا بعضی از کشورهای کشور ما که مثلا جفت‌سازی میشه و فرا میشه و حقم دارن، بیمه باید بشه، اون مثلا بیمه هرمس تو آلمان یا بیمه ایتالیا، هر جایی میخواد بیمه بکنه یک مبلغ بابت بیمه این السی یا بابت این پرداخت میگیره. اون توافق بین خریدار و فروشنده است. اما که بیشتر ما خریدار بودیم که جنایت ها تمامش در زمان هاشمی اتفاق افتاد، در زمان اون جنایتکار خائن، اون بیشعوره که هیچ شعور اقتصادی و هیچ چی نداشت، یک آدم متوهم که مملکت به خاک سیاه نشوند، به خاک سیاه نشوند، به خاک سیاه نشوند، به خاک سیاه نشوند، به خاک سیاه نشوند. خب پس ما میدونیم که سقف این قدر است. اگر شما از بانک ایران وام گرفتید، صندوق بین ما دو تا مرجع داره میره قضیه، یکی صندوق جهانی پوله، یکی بانک جهانی است. این بانک جهانی و صندوق پول، این کارش این هست که اقتصاد دنیا رو کنترل بکنه. یعنی مثال براتون بزنم بعد برمیگردم به صحبتام. شما مثلا تشمیل آلمان، هر کشور، هم ترکیه میاد، یه خارجی از جنس میخرید اینجا، وقتی میخواین خارج بشین از این کشور، هر چی خریدید فاکتوراش تو فرودگاه میدید، مالیاتی که از شما گرفتن برمیگردونن. میگن یک نفر در دو نقطه دنیا نباید مالیات بده، نظم اقتصاد دنیا به هم میرسه. پس اینا کارشون کنترل اقتصاد دنیاست و برای این هم با پولشی اینا دارن برخورد میکنن، چون اگه اقتصاد از هم بپاشه دنیا از هم پاشیده است. خیلی هم کنترل میکنن، اما خب باز هم باز اگه اینا نبودن چه اتفاقی میفتاد؟ از اول انقلاب شورش که اتفاق افتاد تو مملکت، اینا آمدند و بهره بانکی رو بردن بالا. البته هاشمی اومد گفت پول بذارید تو بانک 15%، بعد آمد گفت خوب دقت کنید، این وقتی من میگم این کارا برنامه‌ریزی شده است، خائن بلفطری و مأمورهای این عادلی، همین عادلی بی‌شرف و همون گور به گور شده که فوت کرد نوربخش، اینا با برنامه دادن کشور، اونا میدونن چه کار دارن میکنن. شما وام میخواستی بگیری، صنعت باز را بندازی، میخواستن سر شما رو گرم کنن. شما هیچ وامی رو زیر 10-12% به تو نمیدادن. بعضی از وام 8% بود که همون 8% هم باز 1.5-2% بالای عرف جهانی بود. یعنی عملا از شما 12-14% میگرفتن. بعد وامای بانک ها رو بهره رو کردن 20-25%. به اونام تفسیرسی یادتون باشه. الان شما ها میتونید حتی اگه ازتون گرفتن، خونتون گرفتن، به بانک جهانی شکایت کنید. الان وقتشه. الان وقتشه که حکومت در سرش بید سقوط قرار داره. ببینید هر 30-40 صنعتکار مدارکتون هست که حسابرسا هم هستن، حسابداری هم هستن، اینا همه رو سرجمع کنید و به بانک جهانی اعلام کنید. من کشاورز، من صنعتکار، من صادرکننده، من فرشباف، من تاجر، اینقدر وام گرفتم، این مدارکش، اینقدر از من گرفتن، نظم اقتصاد دنیا رو به هم ریختن، اینا تروریست اقتصادی هم هستن، شک نکنید. خوشبختانه الان در خارج از کشور بالغ بر 200-300 میلیارد دلار پولای اینا رو بستند و
بانک جهانی حق میکنه، دادگاه میفرسته، دادگاه بررسی میکنه، حق به شما باشه، اون سود پول که باید برگرده، هیچ چیز ضرر زیان شما رو خواهد داد، چون اکثر شما تعطیل شدید، کارخوناتون رو بستید، به خاک سیاه نشستید، زندان رفتید، آبرو حیثیتون رفته. میگه جرمتون چی بوده؟ خواستید صنعت را بندازید، یه عده به نخور بیا سر سوفیسین کارخونه شما بشینن، یه سری سر کار برن، خانواده به نونخوری برسن، نون بهشون بدید. چه کار کردن با شما؟ کدوم قهرمان صنعت مال سرش بالاست؟ ولی رانت برای خودشون در نظر میگیرن، رانت برای خودشون هست. آستان قدس رو میان ازش مالیات نمیگیرند که چرا بیشتر صنعتکار نابود بشه. چطور؟ بله، شما برفرض از یک کانال رو شما میسازید، اونم آستان قدس هم میسازه، آستان قدس مالیات نمیده، جامع مکانش از قبل مصادره شده است، داره، شما باید اینا همه رو بدید، مالیات هم بدید. خب مشخص قیمت شما حداقل 20% گرونتر از قیمت آسان قدسه، وقت اونم قیمت چه میره نزدیک به شما، ولی ارزوتر میده که بازار شما رو خراب کنه. نابودی ملت ایران رو میخوان، صنعت کار میخوان، کشاورزی میخوان، هر سنفی که هست نابودش میخواستن و کردن. حالا که دنیا شناخته اینها رو، حالا که آقای ترامپ اومد صادم ملل بره 4 میلیارد نفر همزمان شنیدن این حرف رو و با حرف اخیر، حالا سازمان ملل هم حرف شما رو میپذیره، بانک جهانی هم میپذیره، صندوق بین الملل هم حرف شما میپذیره. شما معطلش نکنید، از فردا شروع کنید. من 15 سال پیش بود، بالغ بر 10 تا از کارگردانای بنام و معروف ایران جمع کردم دفترم، تک تکشون دعوت کردم، گفتم این قضات ما شعور نداره، نمیفهمند یک صنعتکار این چی، نمیفهمند چه اتفاق و جنه در کشور ها میفته. شما بید فیلم بسازید که سریال بسازید، هزینش با من، هزینش با من محمدی بسازید و نشون بدید که بانک ها چه میکنن با ملت. این قضات بیشعور بیسواد میشینن میبینن، روشون اثر میذاره، در رأی دادنشون تجدید نظر میکنن. اما هیچ کدوم زیر بارش نرفتن، هیچ کدوم شهامت رو نداشتن، برن بمیرن، هیچ کدوم جرات نکن پاکز رو بزنن، کلی هم ادعاشون میشد، همه رقمشون رو بردن، فکر نکنید اسم نمیخوام ببرم. گفتم هیچ وجود ندارید، فقط برید دیالوگ از سازمان از وزارت اطلاعات بگیرید، بره اونا فیلم بسازید. به یکشون گفتم خاک آدم بر سرت، فکرم تو آدمی. گفت ما رو برای درگیر نکن، ما رو با اینه درگیر نکن. گفتم که یک ماهی مردره که آبم میبره، شاهکار اینه که خلاف جذابش نکنید. نکردند. من توی عمرم فقط 700 میلیون تومن، اون هم سرمایه درگردشی که وثیقه‌ش دو سال قبل گذاشتم گرفتم، بعد بهرهاره که دیدم بعد از مدتی 670 میلیون شد، وقتی واسه ایران خارجم پرداخت کردم 30 میلیونش موند، نزدیک به 200 میلیون تو کارخونم کارش ساخته شده داشتم، اومدم بیرون. اگه شرکت بده کار من ارتباط داره، ولی من محمدی به شخصه این باره کردم چون سیم ماکر میشناختم. من باید چه سودی بکنم با رقابت با صادر کنندگی دیگه؟ بخوام مثلا بر هر 25% سود بانکی بخوام بدم، 15% سود بانکی بخوام بدم، سود هم بکنم، استراکسی که دست هم داشته باشم، تعمیرات داشته باشم، این کار با چه سودی بخوام بکنم؟ غیر از خلاف، غیر از دزدی، غیر از کیفیت کار پایین بیارم؟ پس به دوستان توصیه میکنم از فردا شروع کنند. باور کنید اقا حق براتون میشه. لااقل اگه به یه حکومتم نرسید، حکومت آینده کار رو شما خواهد کرد. از پولی تو بانکای دیگه بلوکه شده که الان همه رو نگه داشتن، دلارا رو نگه داشتن تو بانک، همه بستن، میگن آقا بیا اینجا پول آوردی، اینجا 100 میلیون دلار گذاشتی؟ میگه بله. از کجا آوردی؟ باید منشأ پول نشون بده، چون نمیتونه این پول مال ملت ایران، خودشون هم میدونن. حالا بعضی بانک‌ها بابت نگهداری پول 1% خیلی کم میگیرن، بعضی نمیگیرند و این جای کار داره، ولی به حقاق حق شما، چون الان دنیا فهمیده حق با شماست، الان وقتشه، الان وقتی تنور داغ و نور چسبوند و اینو خواهشن این کلیپ رو پخش کنید، به همه برسونید، به خصوص صنعتکارای که تو زندانی برابر هستن. باور کنید بانک جهانی خوشبختانه زود جواب میده، خیلی زود جواب میده.
باور کنید این کار انجام بدید، یک تحول، یک انقلاب در سیستم شما. بچه هم خب مثلا احمدی جان اومد سی چیز اون برای مجال بست به خاطر کسافت کنید، به خاطر بیلیاقتی خودش، چون حساب کتاب نمیده جواب بده. الان میگن اینقدر میلیارد برده، برده احمدی جان چرک و چیکی چیکش برده، فایده نداره، رفت پولا رفت، حالا باید حکومت برمد. این کار شما، این شکایت شما، مطمئن باشید که به زودی جواب خواهند داد و اقاق حق تو خواهد شد. همه هم مستند بذارید، من اینقدر وام گرفتم، اینجور شد، اینقدر دیر دارید، همه رو با جزئیات بنویسید. اونا اونجا خودشون میدن، ترجمه هم دارن، همه چی هم دارن، به همه زبان آدم دارن. برای بانک جهانی، دوستانی که اهل فرانسه کمکشون کنن تو ایران، هر 30 نفر چند یه وکیل بگیرید، هزینه‌تون کم باشه، وکیلام کمک کنن تو این قضیه، تو هزینه‌اش، تو برگشت پول سودشون رو بگیرن، همون فقط هزینه باطل کردن تمرش اینا رو بگیرن. مردم زحمت کشیدن، مردم سختی کشیدن، مردم آبرو دادن، مردم حیثیت دادن، مردم زندگی دادن، جوونی عمر دادن. یه تاجری بود در چین، قصه مال قدیماست، بعد می‌خواست از اونجا بره، خارجی بود، وقتی می‌خواست بره گفتن آقا اینقدر پول داره می‌بره. حاکم چینی خواست، گفت تو داری میری این هم پول داره می‌بری؟ گفت باشه قربان نمیبرم، به شرط چیزی که اینجا گذاشتم بدیم. گفت چی داری؟ گفت من 30 سال عمرم اینجا گذاشتم، عمرم برگردونید. گفت درست می‌گذاریم بره. عمر دادن، عمر، میفهمید یعنی چی عمر؟ چیزی که بر نمیگرده. عرق شرم دادن، سرش جلو کارگر پایین افتاده، سری بر همش تقصیر حکومت. عزیز دلید، ایام کام روزگارتون خوش.